به نام خداوند کیهان و جان که هرگز نگنجد به وصف و بیان، خداوند روح و خداوند نور، خداوند عشق و خداوند شور. و با عرض سلام و تبریک و تهنیت به همه عزیزان شنونده، همه شاگردان و عاشقان مولانا به مناسبت تولد این زادمرد بزرگمرد پیام‌آور عشق که روز هشتم مهر ماه امسال، و من این روز فرخنده رو به همه هموطنان عزیز پارسی زبانان و به خصوص به شاگردان و دوستداران این ابرمرد عشق و عرفان در سرتاسر این گیتی پهناور تبریک و شادباش عرض میکنم. حالا اجازه بدید که به هر حال چون امروز روز مولانای عشق، بهش بگم که پدر جان تولد مبارک تو را، زبان قاصرم من به وصفت تو را، ز عشق و ز خوبی و جام میت شدم مست عاشق شدم در پیت، در این خاک و دنیای پر از ملال ز شهد کلامت شدم پر جلال. و اگر اجازه بدید از زبان خود این سلطان عشق یک مختصری عرض کنم که چرا این مرد، میدونید که در حدود 20 سال گذشته پرفروشترین شاعر در دنیا و محبوبترین شاعر شاید در سرتاسر این جهان پهناور باشه. و چون میدونید اساره و سخن مولانا عشق است و حضرت عشق و این سفر و همچنین درد و هجران این فراق و این وصال در این سفر به اصطلاح کوتاه خاک، و میدونید که این طبیب الهی عشق سینه‌اش فراختر از فلک و شرابخانه عالمه، فراختر ز فلک گشت سینه تنگم، لطیفتر ز قمر گشت چهره زردم، دکان جمله طبیبان خراب خواهم کرد که من سعادت بیمار و داروی دردم، شراب خانه عالم شده است سینه من، هزار رحمت بر سینه جوان مردم، هزار حمد و ثنا بر خدای عالم را که دنگ عشقم و از ننگ خیش خیشتن فردم، منم بهشت خدا لیک نام من عشق است که از فشار رهد هر دلی کشف شردم، رهد ز تیر فلک و از فنان مریخش هر آن مرید که او را به عشق پروردم. و باز به گفته کلام این حکیم و طبیب الهی، خود او از داروی کیمیای عشق نسخه میپیچه که کشفیات اخیر علمی پزشکی امروزه اعجاز اون را بیشتر آشکار کرده، به خصوص تجربه های علمی که در دانشگاه مختلف من جمله دانشگاه میامی و اوهایو استیت و غیره انجام دادن، به درستی مبین سخنان این ابرمرد عشق. از زبان قاصر من که شنیدنی نیست، اجازه بدید از خود سلطان عشق عرض کنم. حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم، و سی علتیان را ز غم باز خریدیم، سبلهای کهن را غم بی سر و بن را، ز رکهاش و ز پیهاش به چنگاله کشیدیم. سبل عزیزان معنای درد چشم میده، مرضی است از امراض چشم. طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، بسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم، بپرسید از آنها که دیدن نشانها که تا شکر بگویند
که ما از چه رهیدیم، سر قصه بکوبیم، غم از خانه بروبیم، همه شاهد و خوبیم، همه چون مه عیدیم، طبیبان الهیم، ز کس مزد نخواهیم، که ما پاک روانیم، نه طماع و پلیدیم، مپندار که این نیز حلیل است و بلیل است، که این شهر عقاقیر ز فردوس کشیدیم. عقاقیر عزیزان جمع عقار به معنای داروهای گیاهی، همچنین حلیله و بلیله از داروهای گیاهیه. حکیمان خبیریم که قاروره نگیریم، که ما در تن رنجور چو اندیشه دویدیم. قاروره هم عزیزان یعنی ادرار، این آزمایش ادرار بوده که اولین بار میگن در تاریخ ابو علی سینا این کار را متداول کرده و انجام میداده. ولی به هر حال خیلی دلم میخواست که شنوندگان عزیز و خود شما و عزیزان در استودیو اگر علاقه دارید تا من در مورد قسمت خاصی از این ابرمردش صحبت کنم، یا شنوندگانتون علاقه دارن که مطلب خاصی را در مورد او بشنوند، سراپا گوشم و در حد زبان ناقص و توان کمم آمادم که عرض کنم. آهد بودم ترانگویم کردی، میخاره بزم و باد خویم کردی، سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی، زاهد کشوری بودم، صاحب منبری بودم، کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو. میدونید این ابرمرد عشق وقتی که در سن 38 سالگی اون داستان معروفی که عزیزان اکثرتون میدونین این را، وقتی که با اون وقار و ابهت و عظمت شیخ الاسلام روم شرقی در قونیه با مریدان و شاگردان از مدرسه برمیگشت و سوار بر اسب بسیار زیبا و سفیدش بود، که من موقعی که در قونیه بودم از اون نقاشی معروف عکسی گرفتم و روی فیسبوک همین دکتر مجید ناینی و این برنامه که در یوتیوب گذاشته شده اون عکس اونجا است. طبق معمول وقتی مولانا با چند صد نفر از شاگردان و مریدان که پیاده و مخلصوار و شاگردوار در پی او حرکت می کردن از بازار پنبه فروش ها رد می شد، ناگهان یک کامل مرد حدود 60 ساله به نام شمس تبریز پرید دهانه اسبش رو گرفت و فریادی بلند برآورد که ای صراف عالم معنی، سوالی دارم. مولانا و همراهانش که از این گستاخی این مرد ناراحت شده بودند، مولانا با نگاهی غضبناک به اون انداخت و گفتش که سوالت چیست؟ شمس از اون سوال کرد که آیا حضرت مصطفی صلی الله برتر بود یا بایزید بسطامی؟ میدونید بایزید بسطامی یکی از عرفای بسیار معروفه که در سال 804 میلادی یعنی حدود 400 سال قبل از مولانا میزیسته و همون کسی است که مولانا در قصه و داستانش در مثنوی در باره او میفرماید که اگر یادتون باشه میگه که با مریدان آن فقیر محتشم با یزید آمد که نک یزدان منم، گفت مستان عیان آن زو فنون لا اله الا انا ها فعبدون، چون گذشتان حال گفتندش صباح تو چنین گفتی و این نبود صلاح. همون کسی بود که گفت من خدام و مرا بپرستید، که داستانش به طور مفصل در مثنوی هست. حالا اگر امروز هم فرصت شد بقیهش را عرض می کنم. مولانا با ناراحتی به اون نگریست و
آیا این پر واضح نیست؟ البته که محمد مصطفی. شمس تبریز لبخندی زد و به او گفت پس چطوره که حضرت محمد صلی الله می فرماید سبحانک انت ما عرفنا که حق معرفتک، پاک و منزه ای تو خدایا، ولی ما اون طوری رو که باید تو را نشناختیم، ولی در عوض با یزید میگوید سبحانی ما اعظم شانی، پاک و منزه هستم و چقدر عظیم و شان بنده. در اینجا داستان بر دو گونه می شود. نوع اول این است که میگویند مولانا فریادی از بن جان میکشه و از اسب پایین میفته و بیهوش میشه و میفهمه که این مرد آدم معمولی نیست و این سوال سوالی معمولی نخواهد بود. و باز عده دیگر میگویند که مولانا به اون نگاهی میکنه و در چشم او خیره میشه و یک دنیا اسرار در یک لحظه بین این دو رد و بدل میشه و مولانا از اسب خودش به زیر میاد و دست او رو میگیره و البته در جواب میگه که با یزید با جامهایی که از می حضرت عشق نوشیده بود چون ظرفیتش به اندازه حضرت محمد مصطفی نبود بدمستی کرد و عربده های مستانه کشید، ولی اوشون به علت ظرفیت بالاشون از این عربده ها نکشیدن و از این مطالب نفرمودن. ولی به هر حال میدونید که مولانا از همونجا دست این مرد را گرفت و به خانه یکی از مریدانش رفت و در را بستند و حدود 3 ماه به خلوت نشستند و در این 3 ماه شمس او را اجازه حتی نمیداد که چون مولانا عاشق خوندن بود فقط او را غرق سماع و رقص و موسیقی کرد و تعلیمات فشرده خودش را به او القا کرد و در همون اشعاری که خوندم میبینید مولانا میگه که من زاهد یک کشور بودم و تو مرا بازیچه کوی کودکان کردی. ولی شاید خیلی عزیزان علاقه دارن بدونن که چرا مولانا اینقدر به شمس ارادت داشته. اجازه بدید از زبان خود سلطان عشق عرض کنم. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد، سر خم ها گشودم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد، چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که سمن بری لطیفی چو تو در برم نیامد، ز پیت مراد خود را 2-3 روز ترک کردم، چه مراد ماند از آن پس که میسرم نیامد، 2-3 روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر، به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد. و میدونید به عقیده حقیر شمس با یک قیچی اومده بود که تمام بندهایی را که دست و پای این شاهباز بلند پرواز را بسته بودند و زیر عنوان و مقام و جاه و منزلت این عقاب بلند پرواز فرصت نکرده بود که به اوج آسمانهایی که باید پر می کشید پر بکشه، آمده بود که او را پرواز بده. و میدونید عزیزان شنونده، مولانا بزرگترین قمار زندگیش را روی عشق کرد، چون وقتی که شروع کرد قبا و ردا و خرقه رو دور بندازه و در کوچه و بازار با آهنگ نوای عود و تار و غیره به رقص سما بپردازه، ولوله‌ای در شهر در گرفت که مولانا دیوانه شده و این پیرمرد جادوگر او را چیزخور کرده و افسون کرده. خود مولانا می‌فرماید خنکان قمار بازی که بباخت هر چه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر.
ولی دیدیم خوشبختانه این قمار نه تنها به باخت منجر نشد، بلکه به بردی منجر شد که امروز تمام عالم پس از حدود 807 سال که از تولد این ابرمرد عشق گذشته از شهد کلام او برخوردار میشن. و باید برای شنوندگان عزیز عرض کنم، میدونید که مولانا در بعضی اشعارش تخلصش خاموش، خاموش، خموش و خموش بوده و پس از این که وافل میشه و پران میشه ترجیح میداده که قفل بر دهانش باشه و کم افرادی رو میدیده که محرم گفتار پرمعناش باشن. من خموش کردم به ظاهر لیک دانی که از درون گفت خونالود دارم در دل خونخوار خود. در نگر در حال خاموشی برویم نیک نیک تا ببینی بر رخ من صد هزار آثار خود. این غزل کوتاه کردم باقی این در دل است گویم ار مستم کنی از نرگس خمار خود. ای خموش از گفت خیش و ای جدا از جفت خیش چون چنان حیران شدی از عقل زیرک سار خود. ای خموش چونی از این اندیشه های آتشین میرسد اندیشه ها با لشکر جرار خود. وقت تنهایی خموش باشند و با مردم بگفت کس نگوید راز دل را با در و دیوار خود. تو مگر مردم نمیبینی که خاموش کرده ای؟ هیچ کس را می نبینی محرم گفتار خود؟ و میدونید سلطان عشق با اینکه از بلبل گویاتره اما به علت رشک خلق ترجیح میده که ساکت باشه و از این خلق پرشکایت و گریان و دیو و دد ملوله و به دنبال انسان کامل میگرده، آرزوی جام باده و رقص در میانه میدان و در میانه مستان و شنیدن های و خوی نعره مستان بی خود را داره تا مانند نهنگی در دریای عشق آزاد از هر قید و بندی ماورای کون و مکان در اقیانوس بیکران عشق سیر و سلوک عاشقانه بکنه. گویاترم ز بلبل و اما ز رشک عام مهره است بر دهانم و افغانم آرزو. این همرهان سوست ناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. این خلق پر شکایت گریان شدم ملول آنهای هوی نعره مستانم آرزوست. جانم ملول گشت فرعون و ظلم او آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته این ما، گفتند که یافت می نشود آنم آرزوست. هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خورد کان عقیق نادر و کمیابم آرزوست. این نان و آب چرخ چو سیلیست بی وفا من ماهیم نهنگم و امانم آرزوست. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست زلف یار رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. و میدونید این سلطان عشق عاشق نور است و روشنایی، غلام قمر و آفتاب است و رسولش و جز سخن عشق و شمع و شکر آرزوی شنیدن سخن دیگری را نداره و غلام عاشقانی است که خود را به هیچ کس به جز معبود و محبوب نمی فروشند. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو.
سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت، آمدم نعره مزن جام مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم، گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد، در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو. گفتم ای دل چه مهستین، دل اشارت می کرد که نه اندازه توستین، بگذر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو. گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم، بگریزم از امارت سخن خراب گویم. چو دلم ز خاک کویش بکشیده است بویش، خجلم ز خاک کویش که حدیث آب گویم. چو ز آفتاب زادم به خدا که کیقبادم، نه به شب طلوع سازم نه ز ماهتاب گویم. به زبان خموش کردم که دل کباب دارم، دل تو بسوزه در من به دل کباب گویم. و هر کن که عزیزان شنونده میخواد که خاموش بمونه و لب از سخن گفتن ببنده، چه کند که حضرت عشق به صد نوش به گفتن میکشد. و این بنده عشق مولانا به اونجایی عزیمت میکنه که دستور دهنده درونش او را به آن سو و اون طرف میکشونه. اجازه بدید از زبان حقیر زبان قاصر من که شنیدنی نیست، از زبان خود سلطان عشق عرض کنم. لب ببندم هر دمی زینسان سخن، توبه آرم هر زمان صد بار من. که سخن را بعد از این مدفون کنم، آن کشنده می کشد من چون کنم. چون که خاموش می کنم من از رشد، او به صد نوعم به گفتن می کشد. صد عزیمت می کنی بحر سفر، می کشاند مر تو را جای دگر. کیستان کت می کشد ای معتنی، معتنی با این و ته عزیزان اعتنا کننده کوشش کننده. کیستان کت می کشد ای معتنی، آن که می نگذاردد که دم زنی. گر بگویم شرح این بی حد شود، مثنوی هفتاد من کاغذ شود. و با تمام میلش به خاموشی، این عاشق بیقرار و عارف واصل اونقدر سخن و گفتنی داره که دهانی میخواد به پهنای فلک و هستی تا قصه آفرینش و هستی و درد و هجران و فراق انسان مسافر را در زمین و زمان و مکان و لامکان و لازمان بازگو کنه. ولی برای نشستن شیشه دل و به خاطر تسکین جان بیقرارش با کلام آتشینش، چون بلبلی در حال مستی و بیخودی لب به آواز می گشاید.
یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک. ور دهان یابم چنین یا صد چنین تنگ آید در فغان این حنین. اینقدر همگر نگویم ای سند، ای دوست، ای رفیقی، کسی که به دستناد میکنم از ضعیفی شیشه دل بشکنم. شیشه دل را چو نازک دیدم بحر تسکین صد قبا ببریدم. و عزیزان شنونده، به خاطر همینه که این عارف واصل لب به آواز میگشایه تا همگان در کنارش و همچنین تا صد قرن آینده به گفته خودش آیندگان از شهد کلامش جانشون شیرین و از آوای مست کننده و سحرآمیزش و از آهنگ سخنش که بوی مشک داره ماننده عشق مست و پران و بیخود بشن. خموش چندان بنالیدم که تا صد قرن این عالم در این هیهای من پیچد، بر این هیهات من گردد. اگر مشهور شد شورم خدا داند که معذورم، کثیر حکم آن عشقم که صد طبل و علم دارد. و به گفته خود سلطان عشق، وقتی که بوی عشق پران میشه، بوی آن دلبر چو پران میشود، آن زبانها جمله حیران میشود. عشق بوی مشک دارد، زان سبب رسوا شود. مشک را کی چاره باشد از چنین رسوا شدن. و یادتون باشه عزیزان، همیشه بارها گفتم و بار دیگر میگویم که یکی از مهمترین تفاوت‌های سخن و کلام مولانا با اکثر شعرا و برخی از عرفای دیگر در اینه که سخنان مولانا الهامی، آتشی و فلبداه است و او خود را نی میخواند که بی خدانه به فرمان محبوب و معبودش به صدا در میاد و چنگی که زخمه از محبوب و معبود میخوره و نوایی که نوازنده درونش او را به صدا در میاره. ما چو ناییم و نوا در ماز تو، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نه، تو زاری میکنی. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات. ما همه شیران ولی شیر علم، حملشون از باد باشد دم بدن، حملشون پیداست و ناپیداست با. آن که ناپیداست هرگز گم مبا، باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. ما که باشیم ای تو را ما جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. در بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. و این بند عشق چنان مطیع و در بند عشق حضرت عشق که همه چیزش به خواست و اراده اوست، حتی شعر و قافیهش. بی تو نظم و قافیه شام و سحر، زهر کی دارد که آید در نظر. نظم و تجنیس و قوامی ای علیم، بنده امر تو اند از ترس و بیم. و برای شنوندگان عزیز باید عرض کنم تجنیس به معنای از جنس هم قرار دادن و در علم بدی از صنایع لفظی است که الفاظی در کلام آورده بشه که دارای صورت یکسان و معنای متفاوت باشند. و هنگامی که او با خدا از خاموش و ساکت است و دم نمی زند، تو مپندار که من شعر به خود می گویم تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم. ولی وقتی که لب به سخن می گشاید، زبان و کلام سخنش
آتشین است آتش افروز، چون جانش کوره آتش است. و همان گونه که شیخ عطار در هنگام کودکیش و زمانی که با پدر و همراهانش از بلخ مهاجرت می کردن، وقتی او را در نیشابور دید آهی کشید و پیشگویی کرد که زود باشد که این کودک آتش بر سوختگان عالم زند. این زبان چون سنگ و هم آهن وش است، وانچه بجهد از زبان چون آتش است. آتشم من گر تو را شکست و زن، آزمون کن دست را بر من بزن. آتشم من بر تو گر شد مشتبه، آتشم من بر تو گر شد مشتبه، روی خود بر روی من یک دم بنه. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی. جان من کوره است با آتش خوش است، کوره را این بس که خانه آتش است. همچو کوره عشق را سوزیدنیست، هر که اوزین کور باشد کودنیست. ببینید، معمولا مراسم بسیار مهم و گستردهی، از همش مهمتر و گسترده تر و پرشورتر در 17 دسامبر که از حدود 7 دسامبر تا 10 دسامبر، چون 17 دسامبر میدونید که گفته معروف روز وصال و روز عروسی و یا شب عرس به گفته ترکاست، که میدونید که از 7 تا 17 دسامبر به مدت 10 روز شبانه روز در قونیه به خصوص و جاهای مختلف دنیا و ترکیه و به خصوص قونیه مراسم بسیار پرشکوهی داشتن، که عرض کردم بنده هم که تا به حال دوبار میهمان رسمی بودم، بسیار بسیار مراسم عظیم و پرشکوهی است. این یه. و بعد میدونید که در روز تولدش که 30 سپتامبر و همچنین در به اصطلاح روز به اصطلاح ورود شمس به قونیه که میدونید در روز شنبه بود، یک روز شنبهی بود، و بعد هم مراسم گوناگونی به مناسبت‌های مختلف ترجمه می‌کنید برگزار میشه، ولی عمده‌ترینش همون عرض کردم شب وفات یا وصال مولانا و روز تولدش و ورود شمس هستش. و می‌دونید که معمولاً در این مراسم به خصوص در مراسم شب وصال اینها همیشه با سما، با رقص سما، و رقص سما هم خدمت عزیزان باید عرض کنم که میدونید که دست راست به طرف آسمان و دست چپ به طرف زمین و به صورت حلقه گردیدن یا دور خود چرخیدن، که معناش اینه که با دست راست از حضرت عشق و از آسمان نعمت و برکت و عشق دریافت میکنن و با دست چپشون به زمین و تمام موجودات و ساکنان کره خاک این را میرسونن. و چرخیدن هم که میدونید که عرضم بزرگ شما اون گردش گلکسی یا افلاک و منظومه شمسی و کهکشان راه شیریست. و میدونید که من در مورد عرضم بزرگ شما رقص سما هم بارها در برنامه خودمون توضیحات بسیار مفصلی دادم که چرا به اصطلاح اصلا اینها میرقصیدن. رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش شهوت برکنی. طبان چون از درون دف میزنن، برها در شورشون کف میزنن. تو نبینی برکا را کف زدن. گوش دل باید نه این گوش بدن. حالا البته من میدونید چون این را از بردارم میخونم، اگر یه جایش رو کم از زیاد خوندم شنوندگان به بزرگواری خودشون ببخشن، ولی میدونید که در این شبها روزها معمولا غیر مراسم رسمی که هست، مراسم خصوصی و به خصوص یادتون باشه در شب وفات مولانا در ساعت 4:20 17 دسامبر که درست میگن که وقت سفر مولانا به دنیای بالاتره، در اون بارگاهش
جمع میشن و باور کنید اونجا جای سوزن انداختن نیست. و خود حقیر که اونجا بودم به قدری شلوغ و به قدر اون بارگاه پره که واقعا حرکت مشکله. و بعد هم میدونید که مراسم رقص بسیار پرشکوهی در اون سالن بسیار زیبا جدیدی که ساختن که معمولا آقای نخست وزیر، رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و خاندان مولانا و همه بزرگان قومیه و غیره در اون مراسم شرکت میکنه. یه خاطره ای در این باره میخوام بهتون بگم. یکی از به اصطلاح پوست نشینان، به اینها میگن پوست نشینان قومیه، یکی از دوستان عزیز خود حقیره و ایشون، من یادمه که سفر اولی که من رفته بودم قونیه و ایشون لطف کرده بود اومده بود دنبال من که منو این ور اون ور ببره و غیره، و یادم میاد که یه آقایی همراه ایشون بود که دانشجو بود و به اصطلاح سمازن بود و به اصطلاح از گروه همین سما کنان، و برام خیلی جالب بود که این چنان با این اسم این دوست عزیز من بهش میگن نادر افندی و چهار موقع که این به اصطلاح ترجمه میکرد، چون نادر افندی انگلیسی و فارسیش به خوبی ترکیش نیست، یعنی حد کمی فارسی رو خیلی کم بلده و انگلیسی رو کمتر، و ایشون وقتی ترجمه برا من میکرد و فلان اینا، از احترامی که به اون میگذاشت من برام خیلی جالب بود و البته جای تعجب نبود. و بعد میدونید که معمولا اینها شروع میکنن اول، حالا چه از کودکی چه از نوجوانی، شرکت در این مراسم و تقاضای به اصطلاح این که جز به این گروه ها پذیرفته بشن و یواش 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 بر اثر سالیان سال تمرین و غیر و غیره و به گفته نادر افندی ادب. من یادمه که یک بار در همون مراسمی که در قونیه بودیم در ساعت 4:20 بعضی از این عاشقان مولانا که بی خود و بی تاب شده بودن شروع کردن یه مقدار به فریاد کشیدن و اون یکی از بزرگان قونیه با صدای خیلی بلند شروع کرد به گفتن این جمله ادب ادب ادب، و منظور اینه که در بارگاه مولانا و در حضور مردان خدا و باید ادب را حتما رعایت کنیم. که اینها نکته جالبی رو که اینجا باید عرض کنم، ببینید پس از وصال و وفات مولانا و عروجش به دنیاهای بالاتر زیباتر، میدونید که آقای حسام الدین چلپی جانشینش میشه. یعنی مولانا وقتی حیات داشته در زمان حیات خودش، اولین خلیفه‌ش و جانشین خودش را صلاح الدین زرکوب قونوی معین میکنه، و میدونید صلاح الدین زرکوب قونوی که تمام زندگی و هستی و مغازه طلا همش را ایثار خاک پای مولانا کرد، و ایشون میدونید چون آدم کم سوادی هم بود و حتی میدونید که گاهی اوقات مثلا در لفظ و کلامی که به کار میبرد مثلا کلمه قفل را قلف میگفت و حتی عده مولانا را به اصطلاح شماتت میکردن که آدم قصد بوده که این را انتخاب کردی. و مولانا اتفاقا الله اگر فرصت شد یک غزلی درباره او داره که نشان دهنده عظمت روح این خلیفه اولشه، و این خلیفه اول در زمان خود حیات مولانا فوت میکنه و بعد حسام الدین چلپی که از اخیان، که از بزرگان اخیان یا جوان مردان در ترکیه بوده و پدرش از بزرگان و سرکردگان اخیان یا جوان مردان بوده و میدونید که هم صدای بسیار خوشی داشته، هم خط بسیار خوشی داشته، و من فکر میکنم همه عاشقان و دوستان مولانا به او بسیار 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 مدیون هستند، چون میدونید که اولا حتی عده مثنوی را به نام سلطان به اصطلاح حسام الدین نامه میخونن الفاظ میفرمایید، و خود مولانا و میدونید که اصلا خود کاتب مثنوی مریدان و به خصوص چون علاقه بسیار شدیدی
به حسام الدین داشته و حسام الدین هم میدونید واقعا مرید به معنای واقعی یعنی حسام الدین و صلاح الدین ها بچه میفرمه و میدونید که به خواهش حسام الدین و بقیه مرید ها ایشون ازش خواهش میکنن که در حلقه دراویش و صوفیان سنایی و عطار اینا رو میخونن و شما هم بزرگی بفرمایید و برای ما یک کتابی به همین مضمون و منظور بسرایید. اتفاقا مولانا میگه من خودم مدت هاست در این فکرم و از به اصطلاح اون سربندش یک کاغذی بیرون میاره که همون 18 خط اول مثنوی بوده و بعد میدونید که به تشویق حسام الدین و بقیه مریدان این را به خصوص در جلسه های شبانه ادامه میدادن. دین من از عشق زنده بودن است، زندگی زین جان و تن ننگ من است، ملت عشق از همه دین ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست، علت عاشق ز علت ها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست، سخت پنهان است و پیدا حیرتش، جان سلطانان جان در حسرتش، غیر 72 ملت کیش او، تخت شاهان تخت بندی پیش او، هر کرا جام ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد، با دو عالم عشق را بیگانگی، اندرو 72 دیوانگی، عشق آن شعله است کوچون برفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت، عشق زوصاف خدای بینیاز، عاشقی بر غیر او باشد مجاز، عشق وصف ایزد است اما که خوف، وصف بنده مبتلای فرج و جوف، آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد، عشق را در پیچش خود یار نیست، محرمش در ده یکی دیار نیست، نیست از عاشق کسی دیوانه تر، عقل از سودای او کور است و کر، زن که این دیوانگی عام نیست، طب را ارشاد این احکام نیست، گر طبیبی را رسد زین گون جنون، دفتر طب را فرو شوید به خون، طب جمله عقل ها مدهوش اوست، روی جمله دلبران رو پوش اوست، روی در روی خدا ری عشق کیش، نیست ای مفتون تو را جز خیش خیش. و میدونید به طور کلی اصاره و سخن کلام مولانا عشق است و میدونید به گفته این سلطان عشق، عشق تنها کیمیایی است که روح سرگردان ما را شفا میبخشه و درد تمام بشریت، و به گفته خود مولانا این نیمه شبان کیست چو مهتاب رسیده، پیغمبر عشق از زمهراب رسیده، آورده یکی مشعله آتش زده بر خواب، سلطان عشق ما را با آواز عشق دعوت به پرواز به سوی عرش و آسمان ها و افلاک میکنه و به یادمون میندازه که این عالم سفلای خاک مکان و منزل حقیقی ما نیست. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم عزم تماشا کراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همون جا رویم جمله که آن شهر ماست، خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم منزل ما کبریاست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی بار کنید این چجاست، و در خاتمه
از همه هموطنان عزیزم از زبان مولانای عشق عرض می کنم بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. قرضها تیره دارد دوستی را، قرضها را چرا از دل نرانیم. گهی خوشدل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم. چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانیم. کنون پندار مردم آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانیم. چو بر خاکم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده اکنون همانیم. و شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر.